عرض سلام و ادب، خیلی خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از آموزش ایلاستریتور. امروز میخواییم بریم در مورد پنسل تول صحبت کنیم. اساسا دو تا راه برای کار با قلم دیجیتال تو ایلاستریتور وجود داره برای اینکه بخوایم خودمون با قلم خودمون طراحی کنیم، یکی پنسل توله و یکی براش تول یا همون پینت براش. فرق اساسی پینت براش و پنسل اینه که براش میتونی براش انواع و اقسام نوک های قلم تعریف کنی، یعنی اینکه از چه نوع قلمی داری استفاده میکنی قابل تنظیمه و این باعث میشه که بتونی اثری که قلم روی صفحه داره رو تغییر بدی. البته که پنسل تول هم بعد از اینکه رسم تموم شد میتونی تعیین کنی که یه نوک قلمی داشته باشه. اینو برامر این کار با پنسل و براش اساسا هیچ فرقی با هم نداره و ما امروز فقط میخوایم بریم سراغ پنسل تول. خب قبل از اینکه چیزی رسم کنم کافیه بیام روی ابزار دبل کلیک کنم تا یک پنجره باز شه. خب به این پنجره میگیم دیالوگ باکس. تو نوار اول شما تعیین میکنید که چقدر چیزی که میخواید رسم کنید دقیقا همون چیزی باشه که قلمتون روی صفحه حرکت کرده و یا چقدر ایلاستریتور بیاد اینو نرمتر کنه و گوشه ها رو از بین ببره، منحنی ها رو بیشتر رسم کنه و در کل بعد از رسمتون شکل نرمتری بهتون تحویل بده. من تو دوتا حالت میخوام یک چیزی برای شما رسم کنم تا تفاوتش رو ببینید. چند تا چک باکس هم داره که میتونه روشن یا خاموش بشه. مثلا اولیش میگه فیل کنه رسمی که دارید رو، دومی میگه در حالت انتخاب شده قرارش بده، سومی مربوط میشه به یک ابزار جدید به نام اسموت تول که این باعث میشه که قسمتایی که رسم کردیم رو نرمتر کنه. اگر این تیک روشن باشه به این معنیه که شما اگر از روی کیبوردتون دکمه آلت رو نگه دارین این شیفت کنه روی این اسموت تول و باعث بشه که بتونه شکلتون در قسمتایی که میخواین نرمتر بشه. دو تا گزینه بعدی هم به این اشاره داره که مثلا به چند پیکسل رسید بتونه مسیر رو ببنده یا ادیت کنه که فعلا باش کاری نداریم. خب من سعی میکنم اولین رسمم رو انجام بدم یه همچین چیزی و میام دبل کلیک میکنم یه بارم در حالت اسموت رسمم رو انجام میدم. تقریبا همون چیزی که جا کشیدم رو میخوام انجام بدم. قبلیه از بین نرفته، نکتهش اینه که دیده نمیشه. چرا دیده نمیشه؟ چون که هیچ ویژگی ظاهری که من تعیین کرده باشم دیده بشه نداره، نه فیل داره نه استروک داره. یه کنترل A میزنم تا جفتش انتخاب بشه، یکم بهشون استروک میدم تا دیده بشن. خب تفاوتش رو میبینین دیگه، اولی رو سعی کرد شبیه به چیزی باشه که من واقعا رسم کردم ولی دومی رو خیلی نرمتر کرد و دقیقا از روی مسیر حرکت موس من رسم نکرد. من اینا رو پاک میکنم و میخوام یک ابر رسم کنم. خب الان میخوام یک ابر رسم کنم این بالا، مثلا شروع میکنم به کشیدن و حرکت، فرض کنید یه همچین چیزی. اگر احساس کردید میخواید جایش رو تغییر بدین میتونید دوباره رسم کنید روش، فقط باید محل تقاطع داشته باشه تا اصلاحش کنه. مثلا من میخوام اینجا یه تیکه بالا برم مجددا به این طریق. و اگر احساس میکنید بعضی قسمتاشو دوست دارید نرمتر کنید، چون ما قبلا اینجا تیکشو زدیم اینجا Alt Key Toggles to Smooth Tool، الان میتونم Alt رو نگه دارم، موسم به این شکل در میاد و اون جاهایی که میخوام نرمتر بشه رو روش میکشم و این اتفاق میفته. حتی میتونید کلیک کنید تا نرمتر کنه شکلتون. بسیار خوب. البته بگم کار با پنسل تول فقط مربوط به رسم از ابتدا و اول کار نیست. فرض کنید الان من یک مستطیل دارم و میخوام یک ضلعش رو تغییر بدم، مثلا این ضلع رو میخوام به این شکل در بیارم، میبینید که تغییر میکنه. بسیار خوب، امروز هم با پنسل تول آشنا شدیم و پنسل تول میره جزء ابزارهایی که برای رسم ما معرفی کردیم. پن تول، کروچر تول، تو ویدیو قبلی شیپر تول و امروز در مورد پنسل تول و اسموت تول صحبت کردیم. در ویدیوهای بعدی بحثمون در مورد طرق مختلف رسم در ایلاستریتور صحبت خواهیم کرد. اگر دوست دارید ما رو همراهی کنید در این آموزش‌ها حتما مشترک کانال ما بشید تا هم از ما حمایت کرده باشین و هم از انتشار ویدیوهای جدید مطلع بشید و هم بتونید به ویدیوهای منتشر شده قبلی دسترسی داشته باشید. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.